خب بینندگان گرامی، کسانی که تازه به شبکه ما پیوست شدند، خاطررسان میکنیم که برنامه نورافکن است روبروی شما. بله دوستان عزیز و دوستان هنری والا، و این نوبت یادآور میشویم که مهمونی برنامه ما هستند تخمین رجب و هنرپیشه سینما، حقوقشناس و روزنامه‌نگار موفق، خلاصه یک خانم خیلی هم زیبا. و باید بگویم که برنامه ما این زمان پر از زیبایی است، زیرا در اینجا دو خانم زیبا هستند که هم نصیبه هم تخمینه خیلی هم زیبا هستند و سر و لباسی زیبا دارند و به هم دیگر مونند هم هستند. مونند هم هستند و هنر خوب هم دارند. تعریف زیادی باید کردم با و میدونی نصیبه بیا بخشی بود نبود هم میگونه یک بخش داریم در برنامه نور افکن همون رو ادامه دهیم و در اینجا تخمینه سوال ها از جانبی ما میشود و شما یعنی کوتاه جواب میدید بود یا نبود ها یا نه و یا اینکه یک جمله قطعی میتونید با سوال جواب دهید و اگر لازم شود ما بعدی بخش میتونیم زیر سوال پیشنهاد کنیم برای چی مثلا سببش رو پرسیم. فهمیدم. خب مرمد آغاز نمو. خوش شروع میکنیم از انمی سوالی که چی طوری که گفتید که یعنی با هم مونند هستیم بار ما رو با شما یا شما رو با من مونند کرده شما رو یعنی سوال کردن یا نه بود, بود. یا نبود بود هم خیلی بود. تخمینه از محبت رنج دیده بود یا نه؟ دیده بود. نیکی کردید در جواب بدی دیدید؟ بود. از دوستی خود خیانت دیدید؟ دیدم. بود. گناه را که شما نکرده بودید ولی به شما بار کردند یعنی شما را تهمت کرده بودند یا نه؟ صد در صد بود. زمانی مکتب خانی جوانی به شما اظهار محبت کرد ولی در جواب از شما شلاق خورد یا نه؟ شلاق نخورد و گپی بزب شونید جوان بودیم یعنی نزدید شما؟ نه البته نه بله عشق محبت رو رد کردید؟ بله خوراک پختید که اون رو غیر از خودتون کسی نخورد؟ بود شاید بوری آوار بودید؟ نه یک بار بود در دوره جوانی مکتب خون بودم ولی خیلی خوراک های بلازم میپذد بله نصیبه خوردگی است رحمت نصیبه بله ما نخوردیم مرمت دوام دارد بخشی ما اشتباهی کردید که همیشه از آن رنج میبرید؟ بود هنگامی برامد کردن در برنامه اطلاعاتی نوید شما گم کردید یعنی سخنتون رو خطاگی کرد مایلش سخنم خطاگی کردم خنده کردم خنده کردگی هستم و برای این سه ماه جزا دادم با من از افیر گرفتن یعنی بود متن رو گم کردید بود هنگامی نقش‌آفرینی کردن در فیلم در حقیقت گریستید و اشک‌های شما صمیمی بود یا نه؟ صمیمی بود با خاطری که این چیز رو دروغ بازی کردن می شود بود وقتی نقش‌آفرینی در فیلم کارگردان شما رو نمی فهمید و شما جنگ می شدید بود البته بود از نقش بازیده‌تون در فیلم پشیمون شده؟ نبود بار شما رو سگ گزیده است؟ بود خیلی عجیب خیریت که بخیر بود سخت نبود کی بود؟ در مکتب خونی سنف 8 بودم یا 9 بله شما رو به بالیوود دعوت کردن ولی رد کردید نبود این خیلی نخود که من رد کنم با جان و دل میروم نقش میبازم شما در همینجا به فرجا میرسد خیلی زندگی عجیب داشته است تخمینه ما تو جایی میدونیم شما در یک فیلم که کارگردانی افغان اسد اسکندر با فکرم خطا نکنم بله. کارگردانیش رو به عهده داشت و این فیلم با همراهی با گالیوود بود یعنی شما در گالیوود نقش بازیدید در بالیوود در بالیوود من کمی ها شما رو وای میکنم میدونید چی خیلی شد این کار اسد اسکندر با کینه فستیوال دیدار اومد که در دو سال یک مرتبه در تاجیکستان جشن گرفته می شود و در همانجا فیلم ما رو نشان دادن وقتی که چهره منو دید اسد اسکندر گفت که همین اکتریس شما رو ممکن است که ما یابیم با همراهش صحبت کنیم گفتن ها با من زنگ زدن من اومدم با کینه سوزی تاجیک فیلم از یک صحبت 10 دقیقه اسد اسکندر خلاصه خود رو برآورد که همین اکتریس با من لازم است می شود هم هنرش هم چهرهش پس اون من با کینه سوزی تاجیک فیلم مکتوب کردند و از اینجا سه نفر ما افغانستان پریدیم ترس نبود بسیار ترس بود به خاطری که سال 2008 بود در سال 2008 خیلی نوتینجی بود در آنجا و همی خیلیم شد که در وقتی در همونجا ثبت دو مرتبه ترکیشم شد جانمون در خطر بود اما همون لحظه نمیفهمیدم جوان بودم ترسم کم بود
یعنی خیلی شوق داشتم لیکن نمیفهمیدم که همین فیلم حالا با من بسیار هم پیشروی ها میورد و دویوم کارگردان افغان که آمده ما رو انتخاب کرد از جمهوری تاجیکستان بازی ما رو دیده در فیلم مدرسه همین چیز برای من وای شده یک زینه بولو آمده باز هم من انتخاب کرده دعوت کرد و باز در افغانستان در ثبت فیلمی مشترک همراه بالیوود کانادا و حساب میکنیم که افغانستان خودشم نقش آفریدم و همین فیلم در کینفستیوال بیف Boston International Film Festival جایزه گرفت و در ایفی International Film Festival جایزه گرفت. بیاید یکون چیزی رو قصه میکنیم که مخلصان نمیدونن. شاید در همون دو مرتبه که در فیلم نقش آفری کردید یعنی با کارگردان های افغان همکاری کردید شاید یکون لحظه رو قصه میکنید که والا هیچ کس نمیدوند و بله. شما نیست هیچگاه فراموش نمیکنید. بله. دشواری نکشیدید مگر؟ یک لحظه یکون بار در تلویزیون در بابت همین مسئله من سخن کردگی نیستم نصیبی برنامه شما گشته است در گازیتا و در مجله ها انترویو دادگی هستم در همین سبب مصاحبه کردگی هستم اما وقتی که با چشم خود با احساسات خود نقل میکنی البته دیگه خیلی است چیز فراموش نشونده است کارگردانی فیلمی دوم از کانادا بود کارگردانی فیلمی یکم از بلغاریا بود صوفیا شهر صوفیا و همین خیلی شده بود که در فیلمی دویوم در فیلم یکم گفتم که ترکش شد ترسیدیم البته این فراموش شد اومدیم تینجی لیکن در فیلمی دویوم همین خیلی شد که لحظه فراموش نشونده و احساسی وقتی که ثبتی همون لحظه لازم با کارگردان بود ششتن افتاب و کارگردان گفت که با من جنگی زنی دویوم زنی سیوم لازم به خاطر که در خودی همون سیناریوی فیلم همین خیلی بود درباره یک مردی که چهار زن داشت و میخواست که باز پنجمش رو گیرد و فیلم درباره همین نقل میکرد که این چیز من است ممکن نیست بازیدیم خیلی خوب امنیت افغانستان که با ما بود و نه تنها ما شهروندان جمهوری تاجیکستان رو احتیاط میکردن نگاه میکردن بلکه در اونجا از کانادا هم بودن از هندوستان هم بودن نگاه میکردن امنیت بود و اونها اومدن و گفتن که بعد از ششتن افتاب حتی ما به شما کفالت دادن نمیتوانیم که آیا شما از اینجا سوق سلامت میرید یا نه به همین خاطر خوب میشد که تستر جمع میکرده تکنیکاتون رو میرفتید همین گپ را گفت و در بین یک ده دقیقه گذشت کارگردانم ترسید در را شروع کرد با جمع کردن تکنیکا همه بود شد همین گفته میخیزه میریم که آوازی تریپرانی سر شد بسیار یک لحظه دهشتناک بود در زندگی لیکن همه این مال همه این گذشت ما زنده ماندیم سوق و سلامت برگشتیم به تاجیکستان این لحظه هم خاطر فراموش شده رفت و همین وقتی که تیاره آمد رسید به جمهوری تاجیکستان من یک چی میخواستم که فرزندم رو بینم و وقتی بازی هم نقل میکنم به احساس داده میشم بخشش همون وقتی که درک شده شد در خونه و فرزندی من در اون لحظه 6 ساله بود یا 7 ساله بود کشده شد و خیلی بچه ما دیدم برای من همین کفایه بود وقتی که من به زانو غلطیدم فهمیدم که چخیل من جان خود رو در خطر میمونم همین هیچگاه از پیش لحظه من دور نمی رود چون که وقتی که تو بار میگردی با مثل که از جنگ میایی کو فرزندت رو آغوش میگیری میگی خدا به شکر که من اومدم و پس چند لحظه گذشت و مادرم گفت که اکنون آرام شدی تین شدی خی اشکات ریخت مو یا دیدی فهمیدی که مادر چی بود است فرزند چی بود است بود میدیم چی سوال دادن سیبا گفت که میروی اکنون باز اگر دعوت کنن از همه دهشتناکش همین بود که این استعداد همین خیلی در خون در آمدگی است گفتم مادر بخشت من خدا لیکن میرم یعنی صنعت قربانی می طلبه صنعت همین خیلی در آمدگی است در وجود من گفتم مادر بخشت شما بخشید من از همه پیش لیکن اگر باز همین خیلی وای شود من میرم مادر همین خیلی آدم بلند میرود همین خیلی آدم صاحبی یک فیلم های خوب و یک جایزه خوب میشد و به جمهوری خود جایزه خوب میآورد یعنی زحمت میکشی مینا بیشی برپا جوی میرسی بله صاحبی چند دین جایزه شما گرده اید البته همین چیزا بله بینندگان عزیز انا همین گونه صنعت قربانی میطلبد ببینید که یک خانم زیبا چقدر خود را قربان میکند و زندگیش را قربان میکند به خاطر صنعت به خاطر هنر وقتی که در کینو فستیوال بین المللی هندوستان فیلم ما پیشکش شد و ما را دعوت کردند برای جایزه سپریدن
از همه شیرینش همون لحظه بود که وقتی که گفتن که شما خودتون رو معرفی کنید، شما از کجا هستید؟ و من همون میکروفون رو گرفته گفتم که My name is Tahmina Rajabova. I am from Tajikistan. و همه خیلی فخر بود، همه خیلی یک چی بود که مایلش از چیزی که بود نبود، من گذاشتم در همون لحظه ها در تای تیرپارون موندم، همه فراموش شد. مهم همین بود که نام جمهوری خود رو در همون صحنه بین المللی ذره هم باشد من تانستم معرفی کنم و بردارم. و این رسالت هر یک هنرمند است که اگر بر زمین که در فیلم ها نقش می آفری، یعنی روی برای راست هدایت میکنی نفری رو، باز هم معرفگری وطن و ملت خیش باید باشی. بله. خیلی نقش های زیاد آفردید شما. بله، اگر خطا نکنیم نصیبه به فکرم تقریبا 20 فیلم زیادتر است. نه، از 20 زیاد هست. خطا کرده. خطا کرده. نزدیکی 30. علاقه 27 شد. علاقه 27 شد. ولی در انمون نقش هایی که شما آفردید در کدومش خود رو میبینید؟ بسیار با زندگی من مانند فیلم 12 سال انتظاری است. بله، و بسیار آدم های نزدیک من میدونن که همین گونه است. بله، با فکرم شما گفتید که عشق صمیمی بود در همین فیلم بود. لی من نمیتونم با این راضی شده در همه فیلم ها، در همه فیلم ها، به خاطر که اکتور یا اکتریسا وقتی که از تای دل بازی نمیکند، بیننده این چیز رو حس میکند. نمیشد بیننده رو فریب کرده نمیشود. مثلا شما ها میفهمید من راویای تلویزیون هستید، مخلص دارید و همین کینو هم همی خلاص. یعنی شما هیچگو از انمون سنعی استفاده نمیکنید؟ عشق های سنعی یگون بار نشده است. تمامی گریمیورایی که با من سر و کار کردگی هستند میدونند که هیچگاه. من کارگردان رو میگویم که یک 20 دقیقه با من دید، خودم رو آماده میسازم، از همین صدق دل، درون دل، همون نقش رو به خودم میمونم، میگذارم و یکی خودم کشوده میشم. هست لحظه هایی که بعد از گونی که کارگردان میگوید که شما رو آرام کردن، تمام ما ثبت کردیم شدیم، انا بعد رو مولچم دستم آرام شده نمیتونم. انا سوال من نیز همین گونه است، یعنی که شما حالا خیلی جوان هستید و کسی که شما رو به شما می نگرد فکر میکنه که شما ذره هم غم رو ندیدید، ولی شما چی رو پیش نظر میارید از حیات که عشق شما جاری می شود، یعنی حقیقی و صمیمی است؟ حاضر اگر از امون حیاتی خودم قصه کردن از سر کنم، میارم موچه دست شما دمیتیم، میارم موچه دست شما دمیتیم، هر سیمان میشنیم همین جنگیر یکده. از همین ممکن که بیننده این رو ندوند، اینم از یکی صحبت های اولینی من، یعنی صحبت نه، روز اولینی من می شود. در سینی 14 سالگی که دختری جوان و زیبای و همین پروپر می کرده می گشتگی با قنات های خود، در سینی 14 سالگی پدرم از دنیا گذشته و فکر میکنم که همین علاقه کفایه هست. یعنی شما نوزدانه پدر بوده؟ نوزدانه پدر، بسیار جوشان جانت باشد، لیکن همه خیل شد. یعنی کشی رو میوید هر زمان؟ بله البته، و همین علاقه گویم که از این 14 سالگی غم در دل جای شده گیست. باشد که این بنا سوال؟ نه، خب باید از زندگی من بیننده آگاه باشد. بله آگاه باشد، و یک سری دیگر رو علاقه ما پای بردیم که کارگردان ها با شما مشکلی ندارن، یعنی شما میتوانید خود عشق طبیعی خود رو نشان دهید، یعنی خنده برای شما آسان است یا مشکل است؟ اکون خندیدن که من نصیبه قطعی ما همکاری کرده گه میدونه، اکون خندیدن که این یک بخشی باید یک بخشی جداگانش مکنه در برنامه تو. بله. همی خیلی هست که در هست بسیار لحظه هایی که من باید خودم اداره کنم، چون که هست نفرانی که نادرست میفهمن توی اگر که همین بکر و بکر بسیار خندیدن گیری، لیکن در اصل در زندگی من بسیار شوخی رو، مسحکه رو، همین قلقای شوخی آمیز رو دوست میدارم و فکر میکنم با همین دلم زنده است. و چطوری که میگن که یعنی خندیدن هنر است و کسی رو خندوندن باز هم هنر است بالاتر، و خندوندن هم یعنی از اودای خندوندن هم خیلی خوب میبرویم. ولی شاید لطیفه میگوید، شاید نمیدونم چی کاره میکنند مرو میخندوند. لطیفه نیوز یکون لطیفه میگون با میگرین میبرین میپرتیم. میگویند که که بگه از دهانی خودش تیر میخورد. میدونی که گفتید مرامت میبخشین خیرامت برای کپ کنی که من تیر خوردن از دهانی خودم نمیخوام. همینم یک لحظه شوخی بود. نه، این سیرو من فوش کردم. برای خیلی هم مرامت نه لطفه نقل نمی کنم. میدونید برای چی؟ من میگویم راستی، من بسیاری لطفه هایی که میدونم با زبانی روسی است میتوانم گویم، اما خیلی با برنامه ما با زبانی تاجیک مادری خودمان است، بید برایم که چی نکنیم، نشکنیم.
ممنون. نقشه که برای شما مشکل بود، شما ورید شده نمیتوانیستید، این کدام نقش بود که بعدا شاید بهتری نقش باشد؟ فیلمی پیمان که شما دیدگی هستید و از تلویزیونی سینما خوشبختانه برای من هر لحظه که میبینم که خرسند میشم همین فیلم رو میگذارید. در همین فیلمی پیمان که عموماً به حیات تخمینه موافق نیست، یعنی که تضادی حیات است، در همین فیلم مشکل بود برای من نقش آفریدن، چون که من باید یک چهره همین خیلی مکار بود، همون آفریدگی نقش من ملکه، و در همین لحظه بسیار مشکل بود. من پیش آینه میرفتم، خدا من مکار میساختم، این خیلی میکردم، بعد این خیلی میکردم، بعد این خیلی میکردم، یعنی خیلی تمرین میکردم بسیار که من همین نقش رو آفرم. و بود لحظه هایی که در همین فیلم با کارگردان و جنگم شدگی هستیم، ولی میفهمیم که به خاطر کار است، با خوب شدیم، با همکاری کردیم. ولی در بین کارگردان ها هست نفره، یعنی کارگردانی که خیلی میگن که جنجال میکند اگر خطا نکنیم، یا که دوغو پا پیسه میکند به طوری اگر لحجه بگیم، و محیدین مظفر هستن که خیلی به هنرمندان یعنی بحث میکند. یعنی بین شما یعنی ملالی نیست؟ خفاگری نیست؟ نه، در همون وقتی ثبت، میدونی ثبت عصبانی میشه، به خاطری که هم فهمیدن که این کار است، هم فهمیدن که وای به شخصیت تو کار ندارد، وای به همون نقش میوفریدگی تو کار دارد، و همون دوغو پا پیسه با عصب میرسد. اما میشد لحظه که داد میزنی، با این طرف میروی میگوی که نه، کار است، کار با داد پیش نمیرود. یعنی اون فیلم هایی که علاقه شما نقش آفردید حالی با مخلصان پیشکش نشدن، فیلم رومیش و عظیموف که بنوار گرفتن، شما اونجا نقش دوگانه ها رو با یعنی دوگانه ها رو بازیدید، یعنی در دو نقش تخمینه رجب و خودش تنها نقش آفرید. و این چگونه نقش است بهتر از خود شما تو جای ما میدونیم ژانری مسخره است، مسخره بور اول است در ژانری مسخره. بله، و نگفتنم موند این یکم فیلمی مسخره من است، یعنی تا همین لحظه همه فیلم های من دراما بودن و این یکم مسخره است. دوگانیک مو بازی کردم، من بازی کردم نقش دوگانیک رو، یک تاش زنی دهاتی صاحب 5 فرزند که شوهرش زن گرفتنی می شود، و یکیش پای همین بسیار هم یک همین زنی تا از تمامی چیز با خبر، همین خیلی عجیب بود، همین خیلی در حقیقت حالا گفتن نمیتونم که من چه خیلی بوزه کردم، به خاطری که برایت بعدم به هم میتین، لیکن یکم مسخره من بود و اینقدر به من مسخره پسند اومد، از دراما دیده مسخره زیادتر پسند، یعنی با طبیعت شما آسان تر نمود؟ بله، نمیدونم به خاطر چی، یا اینکه فیلم های دراماوی هم خیلی 26 تا فیلم دراماوی شاید ممکن که باز هم این خاطر کمتر میخوام که باز این خیلی فیلم های مسخره هم بازی کنم، یعنی میخوای در همه ژانرها خود رو بسنج. البته پس نتیجه اش رو میبینیم که البته برای تمام دوستداران سینمای تاجیک پسند میگردد این نقش. نتیجه‌اش رو همون لحظه می‌بینیم که وقتی فیلم روی اکران ها پخش شد. ولی باز یک سوال دیگر می‌دیم که اینقدر شما نقش آفریدید، یعنی علاقه در 27 یا 30 تقریبا گیم فیلم ها نقش آفریدید، ولی اون چیزی که خود شما می‌خواستید یا آرزو می‌کنید که اون نقش رو ببازید، یعنی اون نقش رو بازیدید یا نه؟ حالا نه. و چگونه نقش است اگر مخفی نباشد؟ بسیار میخواهم که در فیلم تاریخی نقش آفرم، و علاقه چقدر برای همین آماده هستم با تجربه فیلم آفریم، و امیدوارم که در همین وقتهای نزدیک جمهوری تاجیکستان یک فیلمی تاریخی با بودجه خیلی خوب میگیرد، و بگذار درباره اسماعیل سامانی باشد یا اینکه درباره تیمور ملک باشد، و میخواهم که البته یکی از زنهای آنها رو به نقش آفری. بله، در فیلم تاریخی بسیار آرزو دارم برای بازی. و شما اینجا یعنی قید کردید که بودجه کلان داشته باشد، اگر همین گونه بودجه کلان داشته باشد و همین گونه فیلم تاریخی باشد، ولی شما رو گفتن که تخمینه فیلم خیلی بودجه کلان دارد، ولی با شما ما بودجه جدا کردن نمیتوانیم، و شما راضی میشوید با نقش آفریدن؟ باور کنید آن عقل هایی که من کمی پیشتر کردم علاقه جواب خودش رو میگذارد. ها، به خاطر دستگیری صنعتی تاجیک، به خاطر اونه که فیلم موقت شود، البته ها. بله. یعنی که مبلغ در جای یکم نیست، من باید استعداد خودم پیش برم. پس کارگردان های عزیز علاقه شنیدید تخمینه رجب و چقدر آماده است برای صنعتی تاجیک، انا میخیل به یگان مبلغ نه میبخشید، خیلی بدم نیدش مو چوکر سودید، یعنی انا مون نقشه کی ارزنده است، نقشه کی خودش ارزو میکنه، نقش تاریخی میخواد کی، یعنی به مبلغ
ساول هم میگونه بود؟ یعنی که اگر نصیب خون گفتن که مبلغ یعنی بودجه فیلم زیاد باشد و اما با من گویند که ما نمیتوانیم به شما سپاریده ما گفتم که حقای مایلی بخاطر دستگیری یعنی که فیلم تاریخی است بخاطر دستگیری سهم خودم هم میگذارم من نفهمیدم ها یا نه یعنی یعنی گفتن ها تو مسرور این فکر رو نکن ولی میگویم که تخمینه در چند مکتب خونده است بیهوده نخونده است تخمینه خیلی دختری دونو است و با اخلاص یعنی یعنی اینقدر کارهایی که کرده است یعنی گفت که دوست میدارم صنعت رو ولی بازم دوستداری اینقدر زحمتهایش یعنی این نقش هایی که در فیلم ها نقش آفریده است یعنی در تاریخ کینو تاجیک میموند بله بله به همین خاطر تماشا میکند یاد میارد و ببینه تخمینه رو این کارها این زحمتها بیهوده نیستند درست بله درست بله از همه همون نقشی که شما آرزویش میکردید تو امروز بازیدید ما در برای نقش تاریخی نمیگویم کدام بود؟ از نقش هایی که بازیدید؟ همش به من پسند است همش برای من آرزو بود هر یک نقشی که من آفریدم آرزو میکردم که عینا همین نقش رو من آفرم که از همه نقش بازیدم راضی هستم رود و از تئاتر یگان کارگردان به خود قهرمان بکوبد یعنی چی طور که گفتی میخوام در فیلم تاریخی نقش بیافرم اگر رود نمایشنامه انا میگونه تاریخی باشد و در نقش زنهای اونها یا یگان ملیکه تو رو انتخاب کنن یعنی شما رو انتخاب کنن و بگن بسیار هم یعنی موافق هستید با این نقش شما رو دعوت کنن شما یعنی در تئاتر نقش میافرید یا خواهش دارید البته بسیار خواهش دارم بسیار و حوزه اگر یگان کارگردانی تئاتر مرا دیده ایستاده است شنوید بسیار آرزو دارم میخواهم با تئاتر همکاری کنم میخواهم که همین خیلی شوه در زندگیم و شما میدونید که در تئاتر مثل سینما نیست در تئاتر موهای زیاد یعنی تمرین میکنید بله. و شما وقت بله. دارید برای تمرین ها بله اگر در همین جمهوری باشم در یگانجا در ثبت فیلم نباشم البته و یک چیز دیگه است وقتی که شرطنامه میکنی علاقه با مثال تئاتر دیگر تمام بند میشوی بله. و از دیگر پروژه ها دست میکشی بله. لیکن با چی خاطر من میگم که هم میخوام به خاطری که این تئاتر یک تجربه عموما دیگر است بله. یعنی که این چیز برای هر یک اکتور و اکتریس لازم است من درباره سینما حرف زدیم درباره سینما بیا درباره یگان چیز دیگر حرف میزنیم سری زیبایی مثلا... شما در چی باشد که همین گونه هستید همیشه همین گونه زیبا و جوان هستید تشکر نصیبه جان بله با من بسیار این سوال میدهند من دائما یک گپ میگم بسیاری زنها و بسیاری مردها من حتی میگم که 80% شاید همین پوستی رویشون از اوژنگ پیدا میکنند؟ نه از سبب چی اوژنگ پیدا میکنند؟ از سبب پوستی خشک داشتن یعنی که پوستوی همین 80% یعنی من. بله من از منم زنها و مردها خشک است از شما چی؟ خشک است من مرحمت و هر یک دفعه که ما آب میزنیم مثلا با آب بسیار سر و کار میکنیم و بعد هر یکمون آب زدن ما ملهم رو استفاده نمیبریم برای خود انا همین سری من که بعد هر یک رساندن همین رویم با آب البته من ملهم میکنم در یک روز 5 بار باشد 6 بار باشد البته بعد هر یک آب رساندن ملهم میکنم برای همین قدر اوژنگ در روی تیز پیدا نمیشود همین از سیری من و بعدا مثلا در خانه یگان چی آماده میکنم در خوردنی خوراک بادرینگ است مثلا هر خیلی نمودی میوه تر و تازه از همون یک تا ریزه کرده یک تا مولیده آشون خونده با همون رو گرفته در دگ میاندازم اینجا شد نتیم که آقوتی خونی من اگون کس نمید البته نصیبه شوخی میکنم هزل بود البته بینندگان باز ببوندن زن ها در یک جا اگر توقه مونن همی خیلی مسحکه هم خیلی شوخی خیلی خوب میکنن اصلا بید در برای خوراکپزی شما حرف میزنیم که خیلی خوراک های بولزد میپزید یعنی خوراکپزی رو از کیا مکتیم البته و البته مادر مادری دیل و جانی من میبوسمت مادر جان البته مادر همه اون چیزی که در زندگی در حیاتم من در بابتی تعام و نه تنها تعام تربیه حتی همون قاشق و ویلکه قپیدنش همشه مادر عزیز البته خوب در برای خوراک در برای تعام پزی اینجا گبرف بازم همون از بخشی بود نبود میخوام یعنی شهر دهید که گفتید که سوال بود در اونجا که برای خوراک رو خوراک پختید که کسی نخورد این بیاید این رو نقل کنید مفصل ترین چگونه بود کدام خوراک بود چند ساله بود این دهشت بود دهشت همین خیلی شد من سینفی 7-8 مادر در کار بعد گفتن که تو آمدنی منه
макарон ош мегуян ку макарон ош хам хел тайёр ку ба ман алака ёд дода буд ки чи гуна тайёр мекуни хайб ман хамаша кардам хамаша чи хеле ки буд ман модарам зира ро дуст медорам бад хамун зира чоршидам якумаш ки намак зиёд кардам дуюмаш ки зира ро ман намедонам барои чи ман дар як дек се қошқи калони авқотхӯри зира андохтам майлаш бад ҳамин модарам медидам ки ҳарчи мечоршид болои авқот بعد تخمی گشنی چه سه قاشق از تخمی گشنی چه پردوختم چیزی یافتم اما با آن دختم در نظرم همه خیلی بوی خوش رو کرد خودم چشیدم معقول فسون خوش رو مادرم آمد خورد چی اوقات بخدی؟ چی نمودی اوقاته؟ اکم آمد خورد من نمیخورمی اوقاته کسی که در خونه بود یکون کس اوقاته نخورد من حیرون موندم آخه علامم کرد خودم میخورم نخورین یه تاریلکه دا کشیدم خوردم یکی در نظری من هم خب بامزه بود در نظری خود شما بامزه بود بله لیکن خوننگیو قبول نکرد در این اولین مهنت شما بود با فکرم بله بله خیلی اکنون فهمیدید که زیره و تخمه گشنیش رو چقدر انداختن البته از همین یک قشقچه زیاد ممکن است که اوقات پس از این شما رو زیره و تخمه گشنیش نام نکردن خیلی میخندیدن خیلی میخندیدم باز یک چیز دیگر سینی 9 سالگی بودم مادرم با من آمیخته کردن خمیر را یاد داد خود خمیر با من جالب نبود وقتی که تیار میشد من با خمیر سر و کار کردن نمیخواستم همون خود پروسس شوریدن و همون آمیخته کردن اینقدر برای من جالب بود همین مادر کار میرفت من وقت میافتم میشوریدم مادر میومد میگفت که با خمیر کردی چجور من یاردم میتیم تو نه فقط چی نگین بعد اوچم که اخو یک کاسه نکم های خمیر را چی کار میکنم مونده شدم بعد گفتم مالی نیک در یک پیاله چم بوشت چوریده مونده خلادینیک بابایم میموندم بعد من اوچم خوب اهم نگو با اوچم جنگ میکرد که خیلی نکنه یک همین چیزی جالب ده در تنور چی میتونید نان پخته البته با خاطر که بفزید یون نه البته هیچ مشکل نیست من نمیدونم برای چیز این هر یک نان و هر یک کلچه مش نصیبه میدونید نصیبه میدونید میدونید یا گپ برای اونی که شما باوری کنید و بیننده هم باوری کند اولا در تنور پختن نان چی مشکلی دارد تنور را سفید میکنی علاوه میزنی سب سفید میکنی تنور آماده که شد همون کلچه شوریده که چخیل که دخوفکا با میمونی تنور با میزنی همشه نگاه میکنی همون بالای همون علابیا تنوکا پوشونده حجم همون وایا هوای گرادوسش نگاه کردن میگیری سرخ که شد نمکاب میزنی تمام کنده که میگیری بالاش روغن میکنی میمونی تمام تخمینا جان با گفتن آسان یک ولی نمیدونم درون اوخش دستت رو انداز بعد آخه اونجا دستک است دستک نصیبه هم خودش هم بسیار تمام های امکانیت گفتن است من میگویم نمیدونم که شما میبرید اینجا شما میمونید یا نه لیکن نصیبه هم بسیار طعم های خیلی بامزه میپزد این چیز راست ولی در جشن نوروز البته وعده میدید که از انمون کلچه هایی که این لحظه تعریف کرد آمده در برنامه نوروزی تلویزیون سینما یعنی کلچه میپزد نان میپزد یا گون خورد میپزد در... میدونید اگر شما همین کار را تشکیل کنید خیلی خوب میشد هم برای مخلصی من دوستان تلویزیون سینما آماده باشید مخلصان تخمینه رجب و تخمینه رجب و در برنامه نوروزی نورافکن حتما کلچه یا نون؟ کلچه، کلچه آسان تر است بله، کلچه میپزد البته چپوتی مشکل تر است باز یکان خوراک ملی نیست نه که چپوتی پخته نمیتونم بیننده دروغه نگین چپوتی هم خیلی مشکل های کی و آسان نیست چپوتی یعنی کلچه های روغنی میپزد باشد برای خان نوروزی تلویزیون سینما باشد شما همچون سفیری حسن نیت در تشکیلاتی هلال احمر هستید میدونید هستم نه یعنی که بودم علاکه یک چند مدت وقت گذشت لیکن برای من خیلی جالب است که شما این رو فهمیدید ما با تشکیلاتی هلال احمر یک شرطنامه کرده بودیم که در مدت یک ماه من سفیر حسن نیت همین تشکیلات میشوم و کار مشکل نبود اما خیلی جدی بود به خاطری که یک ماهی دراز من با این کارخانه در تمامی جایی که خیر کردن ممکن بود در تمامی جایی که اومده آدم رو جلب کردن و به خورسندی دعوت کردن بود یعنی بسیار بیننده مرا میفهمد که این چی است و زبانی روسی میگویند که پسول دوبره ولی در همین وظیفه گویم من کار کردم خیلی خوشحال هستم پس چرا قطع کردید؟ قطع نکردیم یعنی که همون برنامه آنها در همین سال ها تمام شد باز شاید ممکن که سال می اومد سال 2019 ممکن که ما باز بله ممکن که همکاری کنیم خب این زمان آغاز سال 2019 است سال 2019 گفتید با می خاطر این سال رو میدیم در این سال چی نقشه ها دارید؟
نقشه‌ها خیلی زیادن چون همیشگی و با مثل همه شهروند جمهوری تاجیکستان لیکن نمیتونم حالو گفته نه از اون ترسی که چشم میرسد از اون خاطری که و گویم که یکی نشود گپم بلند نرود به همین خاطر بهترش من به مخلص خود میگویم که اولا به همون نیتی کردم میرسم به همون نقشه گذاشتم بعدا اعلان میسازیم شاید با طریق برنامه شما میشود شاید در نوروزی یکون خبری خوش میشود منتظر میشویم پس ما با شما موفقیت هم نمیکنیم زیرا که در برنامه نوروزی برزمی کلچه های خیلی هم بولزد بسید خبری خوش میدهیم ببیننده خوبه خدای نکند کلچه هایم افتد آی شرمنده میشوم اگر افتد لیکن ما حتما اون کلچه ها رو نشان میدهیم امیدوارم که نمی افتد بله یا سوختگی یا افتیدگی بله من کاری میکنم اون کلچه ها افتن یک دسته نه تی خیلی دختر نیستی من میدونم نه این البته حاصل شوخی هست بینندگان عزیز در رفتی برنامه خیلی با شما صحبتی جالب داشتیم صحبتی صمیمی و یعنی صادقانه بود ولی انامین موفقیت هایی که شما به دست آوردید در دوران صاحب استقلالی کشور بود بیاد درباره صاحب استقلالی کشور حرف زنیم که اگر وطن ما آرام و آسوده نمی بود و اینقدر یعنی دستگیری ها از جانب دولت و حکومت نمی بود این موفقیت ها رو ما از کجا به دست می آوردیم درست نیست این گپتان 100% جا دارد من چون امکانیت دارم با اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم پرزیدنت ما تشکر گویم که فرزندی من در صلح و تنجی و امانی و آسودگی زندگی کرده استاده است و ما نیز خرسند هستیم که چنین وطنی آرام و آسوده داریم و آرامانه عمر به سر میبریم و فرزندان ما یعنی با آرامی تحصیل میکنند و عمر به سر میبرند شکر امین تنجی و اون یت نقشه هایی که در سال 2019 دارید بگذار که عملی شود و منصور به فکرم پوشتی اون رسیده که با بیننده و با مهمانی تنها من راستش رو میگویم خیر خوش کردن نمیخوام چون که بسیار با من پسند اومد برنامه‌تون صحبتتون بود سوالی که دو برنده از شما نپرسیدن شما انتظار بودید شاید ما به شما امکان میدهیم مرحمت حرف دل خیش رو به بیننده خیش به مخلصان خیش بگویید اولا تشکر میگویم به تلویزیون سینما به نصیبا جان به مسرور تشکر که به این برنامه دعوت کردید خیلی خوشحال شدم مثلا هوزی من از اینجا میروم به خانه با یک طعم خوش و بالیده نقل کرده در همون حدود اویله همش رو میشینم و هست سخن هایی که ما نزدیم بود گپ هایی که نگفتیم اما میگذاریم همین سخن های همین گپویا با برنامه نوروزی شما بله و با یک دیگر جمع میکنیم و اون برنامه رو هم جالب میگذاریم یعنی بله نداریم که همه بله 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 نصیبا سونی عزیز این فرصتی که البته ما در دست داشتیم نمیتون روز دل یک نفر هنرمند رو افشا نمود برای بیننده و همه چی رو از او پرسید و هر گپی که هست بگفت بله. از این رو ما سخن های نگفته ای تخمینه رو و میگذاریم چون میگفتم با برنامه نوروزی و یا یکان صحبت دیگر یعنی صحبت ما اولین و آخرین نیست دوام دارد چون وطن ما آباد و آسوده است انا میگونه برنامه انا میگونه نشست ها البته روبرو با شما بودن ادامه دارد در همینجا با شما نیز خیر خوش میکنیم خیر هموطنان عزیز تنسیت و خانواد و پیش از همه سربلند باشید